سلام دوستان و عزیزان، در خدمتون هستم. برای فال جدید با هم میپردازیم به این موضوع که آیا شخص مورد نظر شما با شما وارد مکالمه خواهد شد یا نه. دوستان عزیز، برای این فال دو انتخاب داریم: انتخاب فرشته و انتخاب کلید. عزیزان دل، انتخاب خوب و بهتر وجود نداره. دوستانی که نمیتونن انتخاب کنین، به همون انتخاب اول که فرشته هست کفایت کنین. من سخن کوتاه میکنم عزیزان دل، ولی قبل از اون خوش آمد میگم به دوستانی که تازه عضو کانال شدن. خیلی خوش آمدین دوستان عزیز، و همچنین من سپاسگزار و قدرشناس تمام زحمات شما سروران کانال هستم. لایک های شما خیلی مهم هست دوستان، لطف کنید لایک کنید، حتما ازتون خواهش میکنم. خب سخن کوتاه میکنیم و میریم سراغ اولین انتخابمون. سلام به دوستان و عزیزانی که انتخاب شما انتخاب فرشته هست. دوستان با هم دیگه ببینیم شخص مورد نظر شما آیا با شما وارد مکالمه خواهد شد یا نه. من یه چند تا کارت انرژی برای این شخص می‌ریزم دوستان، بریم ببینیم که شخص مورد نظر شما، به این شخص فکر کنیم آیا وارد مکالمه با شما خواهد شد. خب من کارت رو مخفی می‌کنم. خب ببینیم که چی میگه. پشت کارتا دوستان کسی که در سکوت هست. میخوام ببینیم وارد مکالمه میشه یا نه عزیزان. و پشت کارتا دارم میبینم که این شخص کارمایی رو داره تمیز میکنه در حال حاضر، و اینکه دارم میبینم که میگه کارمایی که تمام بشه بعدش من خیلی بازتر در مورد زندگی صحبت میکنم و حرف میزنم. الان در حال داره من کارتو بعد برش میگردونم، فعلا این گونه بذاریمش ببینیم چه خبر هستش. من از کارتای اوراکل شیک استفاده میکنم. ببینیم دوستان شخصی هستش که واقعا درگیری ذهنی داره. ببینیم کارت ها چی بهتون میگن دوستان. خب برای دوستان عزیزانی که انتخاب فرشته رو داشتن، لطف کنید به من بگین شخص مورد نظرشون آیا باهاشون وارد مکالمه خواهد شد. کارت ها میخوان حرف بزنن، بچور میخوان حرف بزنن، یه خورد تحمل اگر کنن. ما هم دیگه میبینیم چه خبر هستش. خب و شخصی که داره صبوری میکنه، میخواد وارد مکالمه بشه ولی فعلا داره صبوری میکنه. اوکی ببینیم کارت دیگه بهتون چی میگم. با یه گل بهار نمیشه. من این کارتو کشیدم اینجا گذاشتم، کارت رو جمع میکنم. ببینیم پشت کارت ها بازم حرف از صبوری میزنه دوستان. کسی که میخواد با برنامه کاری رو انجام بده، نمیخواد همینجوری بیگدار به آب بزنه. خب بریم ببینیم که تاروت به شما چه چیزی رو میگه در ارتباط با شخص مورد نظر شما عزیزان دل. اوکی بریم ببینیم. حالا قبل از اینکه برم سراغ تاروت، ببینیم که حالت های روحی و روانی این در ارتباط با شما چگونه هستش. خب آدمی هستش که داره خودش رو آماده میکنه دوستان، داره خودش رو آماده میکنه. آدمی هستش که شاید تا حالا متزلزل بوده. مسائل مادی الان توی زندگیش براش خیلی مهم هستن. آدمی که میخواد لنگر بندازه، آدمی هست که برای آینده خودش هم داره تلاش میکنه، ولی به هر حال در ارتباط با شما همونجوری که گفتم داره صبوری میکنه، میخواد با برنامه روزی کاری رو انجام بده. خب ببینیم چه خبر هستش و ارادهش رو هم داره ها. ببینیم چه خبر هست در کارت های دیگه. کسی هستش که دوستان که دارم میبینم کم کم به یک نتایجی داره میرسه. به شخص مورد نظرتون فکر کنید دوستان عزیز، بریم ببینیم که آیا این شخص با شما وارد مکالمه خواهد شد. بله دوستان، باز هم حرف از شاکرا ریشه اینجا میزنه. دارم میبینم که
فعلا منتظر هستش، فعلا منتظر هست، ولی این مسئله خیلی ذهنش رو درگیر کرده و اینکه میخواد به هر حال کارهایی رو انجام بده ولی نمیخواد بی خود کاری رو بخواد انجام بده. خب من یکی دو تا یک کارت اینجا میکشم ببینیم کارت ها دیوتون چی میگن و یک کارتی هم اینجا میکشم، دومین کارت و ببینیم آخرین کارت چه خبر هستش. اوکی، ببین دوستان عزیز توجه کنید، شخصی هستش که ببینید به شما وصل هستش، از نظر حسش شما رو حس میکنه، شخصی هستش که آدمی هستش که نه اینکه شما فکر کنم که توی فکر نمیکنم که شما در ذهنش نباشین، شما در ذهن این شخص و حضور دارین و ببینید کسی که خواب هستش و خواب شما رو میبینه، حداقل در این تاروت این شما رو به این صورت میبینه. آدمی هستش که ممکن هستش که شخصی هستش که خیلی مضطرب هستش، شخصی هستش که شاید سری و سر تصمیم نمیگیره و همه چیز رو همه ابعاد رو میخواد بررسی کنه. معمولا کارت ماه وقتی میاد یه چیزایی اون عجیب و غریب اون زیر میرا قایم هستن که میخوام ببینم چی هستش، یه وقت گرگی نباشه منو ببلعه، پس میخواد همه ابعادو در نظر بگیره. با خودش دارم میبینم که داره یک مقداری بر حال کلنجارهایی داره میره. این وسط کارت شخصی رو میگه میخواد کاری رو انجام بده، در واقع کسی هستش که میخواد با مسئولیت پذیری کاری رو انجام بده، قدمی برداره و کسی هستش که واقعا دلبر هستش. اینجا هم دارم میبینم کسی که میخوام در مورد تو بگم ببین من چند مرده حلاجم، کسی که نگاه کنه یه چیزی دستش هستش، هزار کار میتونه باهاش انجام بده، در واقع میخواد منی از خودش نشون بده، ولی این مسئله رو جوری میخواد انجام بده دوستان که شکست نخوره. میترسه از این که شکست بخوره و به دنبال راه حلی هست، میترسه این شخص از شکست خوردن. ببینید داره تازه به یک ثبات میرسه از نظر روحی از نظر درونی، پس الان در حال حاضر این شخص دارم میبینم که یک مسئله هستش اینجا که نمیخواد شکست بخوره و با خودش به دنبال راه حلی هست. خب من میخوام یه مقدار این کارت اول و کارت آخر رو برای شما این مقدار روشن سازی کنم، بریم ببینم کارت اول بهتون منظورش چه چیزی هستش که چرا میترسه دوستان که اولا که میترسه که رقیبی وجود داشته باشه میمیون، یکی از این مسائل این هستش، میخوام همه چیزو بررسی کنم، همه بودا گرگی باشه اون زیر میرا که منو ببلعه و اینجا میترسه از اینکه رقیبی وجود داشته باشه و همچنین دارم میبینم که ترس از این داره که مبادا ده بحثی بشه، دعوایی بشه، شما نپذیرینش وقتی که صحبت بکنیم، بیشتر این صحبت تبدیل به بحث و دعوا بشه و اینجا دارم میبینم که ببین دوستان عزیز چرا نمیخواد شکست بخوره، به خاطر اینکه دارم میبینم که خیلی وقت هست ممکنه یه سریا در یک سکوت باشن و نمیدونه چه اتفاقاتی و چه خبرهایی هستند توی زندگی شما، خیلی چیزها دارم میبینم که مخفی هست براش و مثل یه پرده یک کلوفت و زمختی که جلو چشم این شخص هستن. ببین پشت کارت حرف از ببینین صحبت میزنه، حرف از مکالمه میزنه ولی در حال حاضر این شخص سکوت کرده به خاطر اینکه تا زمانی که با خودش به این نتیجه نرسه که من مشکلی برای من ایجاد نمیشه، من بخوام برم سراغ این شخص، دارم میبینم که این اتفاق هنوز در همین انرژی ها باقی خواهد ماند. خب بریم ببینیم که کارت های دیگه چه چیزی به شما میگن، اوراکل های دیگه به شما در ارتباط با شخص مورد نظرتون چه چیزی رو میگه، آیا با شما وارد مکالمه میشه و بعد با هم دیگه یک جمع‌بندی میکنیم از کارت ها. میترسه از اینکه دست ردی بهش بخوره دوستان،
میترسه این همه کاری که روی خودش انجام داده و کارهایی که تا الان انجام داده یک مرتبه اون خانه آرزوهاش فرو بریزه، اگر که به سمت شما بیاد بخواد با شما صحبت کنه متوجه بشه یا بلاک هستش یا اینکه بالاخره شما نمیخواین باهاش صحبت کنید. و دست رد خوردن برای این شخص خیلی که خیلی مشکل هستش پذیرفتنش. خب بله، دو مرتبه تکرار شد. بله خب دارم میبینم که دوستان میترسه از اینکه دست رد بخوره دوستان، اوکی، و اینکه دارم میبینم که واسه همین هستش که فعلا سکوت کرده، ولی کار تا آخر حرف از نامه میزنه، بالاخره یک قدمی بر خواهد داشت در این راستا، اوکی. حالا من برای چی از چه چیزی میترسه رو من یه بار دیگه دوستان چیز رو مخفی کرده، برای اینکه اینجا حرف از راز میزنه، خیلی چیزها رو شاید مخفی کرده و سر از زندگی شما در میاره الان در حال حاضر. ترساش ممکنه به خاطر این باشه. بریم ببینیم کارت بعدی دوستان. بله توجه کنه عزیزان دل، من احساس میکنم که این شخص دوست داره که با شما سبکبال باشه، دوست داره یک رابطه باشه بدون دردسر با شما، مخصوصا تمایلات جسمی و جنسی این شخص به سمت شما بسیار بسیار، اونایی که روابط احساسی دارین براتون برش خیلی مهم هستش. میترسه که دوستان شما به خواسته هاش دست رد بزنین. من دارم میبینم که از خودش داره سوال میپرسه، خیلی چیز کار حرفا رو داره با خودش میزنه. آخرین میترسه که جواب نامه ای رو که از شما دریافت کنه، جواب پیامی رو که از شما دریافت کنه بیشتر بهش ضربه بزنه تا اینکه بخواد حالش رو خوب کنه. خیلی خوب دوستان، بریم ببینیم که کارت های دیگه چه حرفی رو میزنن در ارتباط با این شخص. من از کارت های توین فلیم ها استفاده میکنم، یه مقدار این کارت ها رو بالاتر میبرم که بخواد کارت های دیگر هم براتون بذارم. دلش میخواد تقاضای بخشش کنه و این تقاضای بخشش دارم میگم خونش رو یخ زده، اینقدر میترسه قدمی برداره. خب بچه این کچوری میافته این کارتا، کارتا بس که به هم دیگه چسبیدن، من چند قدم که مخلوطش رو میکنم دوستان. دارم میگم که آدمی هستش که ببینیم یک سنگینی الان توی زندگیش هست، سنگینی که از ترس هایی هست که از شما داره، از جانب شما داره. دارم میبینم که سعی میکنه که به هر حال با شما وارد مذاکره بشه و با شما صحبت کنه. فعلا در حال تصمیم گیری هستش دوستان. فعلا در حال تصمیم گیری هستش. من احساس میکنم که به این زودی همه چیز براش روشن خواهد شد و حرفش رو خواهد زد. برای عزیزانی که شما این انتخاب رو انجام دادین، من دارم میبینم که در آینده خیلی نزدیک سری و سر من مکالمه با این شخص من اینجا فعلا که نمیبینم. امیدوارم که یک مقدار زمان که بگذره همه چیز که برای این شخص مشخص تر بشه وارد مکالمه بشه. برای به خاطر همین دلایلی که بهتون گفتم میترسه از اینکه شما کسی باشین که خیلی حقیقت رو بگین، خیلی رک باشین و اینکه حرفایی رو بهش بزنین که نگران و ناراحتش کنه. با اینکه خیلی هم دارم میبینم کارت
استارت های مکالمه افتادن که حرف از این میزنه که میخواد باتون دلش میخواد حرف بزنه ولی میترسه از پاسخ و جوابی که سراغش بیاد. خب من از کارت های جواب فرشتگان استفاده میکنم. بریم جواب فرشتگان به شما چه چیزی رو میگه. میگه که خودتون رو رها کنید در ارتباط با این شخص، خودتون رو رها کنید. میگه که مستقیما نیت خودتون رو بگید. میگه خودتون رو رها کنید در ارتباط با این شخص که وارد مکالمه میشه یا نه. من یه کارت دیگه براتون میکشم ببینم چی بهتون میگه. میگه که مثبت فکر کنید، مثبت بیاندیشید. اوکی؟ همیشه بهتون میگم انرژی انتظار رو از خودتون دور کنین و اینکه به زندگیتون ادامه بدین و اون موقعی که شما این انرژی های بستگی رو از زندگی خودتون دور کنین میبینین که همه چیز روان خواهد شد. دوستان عزیزان این فایل شما بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فایل دیگه و میرم سراغ عزیزان دسته دوم. سلام به دوستان و عزیزانی که انتخاب شما انتخاب کلید بود. دوستان ببینیم با هم دیگه چه خبر هست در انرژی های شما در ارتباط با شخص مورد نظر شما. ببینیم نه در انرژی های شما میخواییم ببینیم که یا شخص مورد نظر شما با شما وارد مکالمه خواهد شد یا نه. عزیزان دل برای خواندن این انرژی خانی من اولی کاری که میکنم یک انرژی از این شخص میگیریم ببینیم در چه حال و هوایی اولا هستش. به شخص مورد نظرتون فکر کنید دوستان و بریم ببینیم که شخص مورد نظر شما در چه حال و هوایی هست دوستان. من این کارت اینجا میذارم ببینیم پشت کارت ها چی به شما میگه. پاپا پاپا میگه تمیز کردن کارما، شفا. شخصی هستش که دارم میگم کارمایی رو پشت سر گذاشته دوستان و به یک شفایی داره میرسه. اوکی، یه مسئله سختی رو پشت سر گذاشته، ممکنه سر ارتباط با شما باشه و شاید الان که این مسئله تمام شده به هر حال گرایشش به سمت شما خواهد بود دو مرتبه و اینکه میخواد وارد یه مکالمه بشه. خب دوستان بریم ببینیم که کارت های دیگه. ببین حرف از مکالمه میزد پشت کارت ها وقتی که من اومدم ببرم کارت ها رو. بریم بعدا نگاه میکنیم با هم دیگه در چه انرژی هایی هست شخص مورد نظر شما. من کارت ها رو از تاروت پیسیشیک استفاده میکنم، اوراکل پیسیشیک یا تاروت جادوگران، حالا هر کسی یه چیزی بهش میگه. بریم ببینیم که شخص مورد نظر شما آیا با شما وارد مکالمه خواهد شد یا نه. من میذاشمش اینجا پشت کارت ها. دارم میرم آدمی هستش که با شما یک مکالمه تلپاتیک داره و ببینید حسش شما بسیار قوی داره و همچنین دارم میرم کسی هستش که حدس میزنه چه خبر از سر زندگی شما و زندگی شما سر در نمیاره اینجا در حال حاضر. کسی که در یک سکوت هستش، برای همین هستش که دارم میبینم که یک کارت تلپاتیک مکالمه تلپاتیک با شما داره. خب ببینیم چه خبر از سر کارت های دیگه. این کارتی که اینجا هستش سورپرایز کادو اینجا افتاده. اوکی و اینکه دست به سر هست. ببین دارم میبینم که این شخص عزیزان دل میخواد شاید برای شما یک سورپرایزی داشته باشه، یک کادویی داشته باشه، میخواد کاری در ارتباط با شما انجام بده ولی دست به سر هست نمیدونه چجوری. چرا آدمی هستش که شاید میترسه، آدمی هستش که دوستان شاید در گذشته خیانتی رو انجام داده، آدمی هستش که شاید کارمایی رو پس داده و این حس و حال یأس و ناامیدی در درونش
به وجود اومده، ولی دارم میبینم که آدمی هستش که میل سورپرایز کردن شما داره و توی این کارت نمیشه دوستت دارم با عشق، توی این کارت اول نمیشه دوستان. اوکی؟ حالا بریم ببینیم که تاروت در ارتباط با این شخص چه حرفی رو میزنه. و و چه خبر هست به اون شخص فکر کنیم دوستان. بریم ببینیم که تاروت چه حرفی رو میزنه در ارتباط با شخص مورد نظر شما. آدمی که هم به شما وابسته هستش، هم به شما گرایش داره و همین که دل شکسته ای داره. بهتون گفتم کارمایی رو پشت سر گذاشته که شاید پوستش کاه شده. این شخص به دل شکستش هی داره اینجا تکرار میشه دوستان. نگرانیاش، ناراحتیاش، غمهاش، یعصاش، همه این چیزا داره تکرار میشه. خب بریم ببینیم کارتای بعدی رو. خب کسی هستش که دوستان توجه کنین که من احساس میکنم که در مورد شما داره فکر میکنه و یه مقدار هم بزرگ شده. کسی هستش که دارم میبینم که شاید زمانی در روی شما بسته بوده، در یک سکوت بوده و آدمی هستش که دارم میبینم خیلی مسئولیت پذیر دوستان، الان در مقابل شما میخواد کاری رو انجام بده با مسئولیت پذیری دوستان عزیز، میخواد شما رو تحت تاثیر خودش قرار بده. ببینیم من کی هستم. من آنم که رستم بود پهلوان. آدمی هستش که دارم میبینم دوستان عزیز که به یک شفای روحی داره میرسه، قصدش یک شروع زیبا هستش. اوکی، در این مورد حرفی نمیزنه. فعلا دارم میرم در مرکز کارت ها حرف از کسی میزنه عزیزان که در یک سکوت هستش. خب قصد شروع رو داره، داره به یک شفا میرسه. خب من برم کارت های دیگه در ارتباط با این شخص چه چیز رو میبینم. من اول این کارت ها رو روشن سازی کنم ببینم چه خبر هستش. یه مقدار بزرگتر شده، درس گرفته، از خیلی چیزا تو زندگیش درس گرفته و اینکه الان دیگه میل داره که اگرم بخواد چیزی رو با شما شروع کنه درست حسابی باشه، با عقل و درایت باشه و اینگونه. اوکی، ببینیم چه خبر. اوکی شما این پشت افتادین دوستان خوب. اوکی دوستان توجه کنین، شخصی هستش عزیزان دل که دارم میبینم قصد به مکالمش اینجا افتاده، میل مکالمش اینجا افتاده، قدمی برداره در جهت مکالمه. ولی مثل بچه میمونه، مثل بچه‌ای که تازه یک راه جدید داره شروع میکنه که باید یادش بدن و اینجا دارم میبینم که منتظر موقعیتی هست که این کارو انجام بده. ببینید نمیخواد بیگدار باب بزنه این شخص، ببینید نمیخواد اینجوری دست به سر بشه، برای همین هستش که داره فکر میکنه که با برنامه ریزی این کارو انجام بده. ولی یه جاهایی هستش که از با اینکه اون بالا دیدیم با عقل و درایت و نمیدونم یاد گرفت و مسئولیت پذیر هست، هر چقدر چیزهای خوب که در موردش بگیم، ولی یه مرتبه دارم میبینم تبدیل به یک بچه میشه، تبدیل به یک بچه میشه، نمیدونه چه کار کنه، چه راهی رو در پیش بگیره. من احساس میکنم که این شخص میخواد با شما رو راست باشه، میخواد مکالمه کنه و رو راست باشه در این مکالمه و منتظر موقعیتی داره میگرده که این کار رو انجام بده. خب بریم ببینیم کارت های دیگه در ارتباط با این شخص به شما چه چیزی رو میگن دوستان. من کارت های لاین آف لاو استفاده میکنم، بریم که این کارت ها بهتون چه چیزی رو میگن.
در مورد شما خواب زیاد میبینه دوستان. اوکی ببینیم کارت ها چی میگن حالا در ارتباط با شما. مسئله مکالمه با شما روی شخص خیلی داره کار میکنه، خودش هم داره روی مکالمه کار میکنه، تقریبا در راه هستن ولی مشکلات هم وجود داره عزیزان دل. من میخوام ببینم که چه تغییره، من هر کدوم از این کارت ها رو میخوام روشن سازی کنم و ببینم چه خبر هست، چه چیز روی چه چیزی داره کار میکنه، چه تغییراتی هست. من احساس میکنم که شاید تغییر این هستش که درس گرفتم، خودم میخوام باشم و اینجا دارم میبینم مشکلاتی وجود داره. چه مشکلی بر سر، چه مانعی هست بر سر راهش. من همه این کارتا رو سعی میکنم که روشن سازی کنم. و پشت کارت ها حرف از آشتی میزنه. اوکی ببینیم کارت اینجا. بله بین دوستان دارم میبینم که این شخص خیلی خود احساس میکنم که خیلی خودش رو قربانی کار کرده، کار رو مادیاتش کرده، تغییراتی در دور و برش در زندگیش الان در حال حاضر حتی ممکن است در خانه خودش وجود داشته باشه و اینجا میبینم که مشکل جدایی هست. یه سریا هست خیلی وقت هست اصلا خبر ندارین دوستان. اوکی و احساس میکنم که میخواد یه حرف از شروع این بالا میزنه و پشت کارت ها اینجا حرف از آشتی میزنه دوستان و میترسه از این مسئله، نمیخواد بیگدار باب بزنه. دیدیم میخواد با برنامه کاری رو انجام بده. چه اتفاقی افتاده؟ مشکلات خانوادگی، تغییراتی که در کادر زندگیش به وجود آمده هم هست، کارش هم هست، این جدایی با شما هم هست و میل مکالمش هم اینجا دارم میبینم هست، همه چیز با هم هست. خب ببینیم کارتهای دیگه چی میگن در ارتباط با این شخص. دردی و خوشحال خورشید. اوکی دوستان توجه کنید، اینجا من کسی رو دارم میبینم، ببینیم باز بارش سنگینش رو دارم میبینم. من کسی رو میبینم که خیلی خودش رو داره تحت سوال میذاره دوستان، خیلی زندگیش رو، کاری که با شما کرده تحت سوال میذاره، خیلی ببینید دست به سر هست در ارتباط با شما. آدمی هست مستقل دوستان، آدمی هستش که تغییراتی که توی زندگیش داره به وجود میاره به خاطر این هستش که در استقلال خودش هم همینجور پیشرفت کنه و اینکه یک زندگی مرفه تر داشته باشه. دارم اینا در ارتباط با شما خیلی معتقدانه و خیلی معنوی فکر میکنه و اینکه رفتار میکنه. جواب من برای عزیزان دسته دوم، بله این شخص با شما وارد مکالمه خواهد شد، ولی ببینید دوستان برای که دو تا کارت هستن به من میگن با گذشت زمان، یکی این کارت هست و یکی این کارت هست. کارت های سریع این نیستن، کارت هایی نیستن که من بهتون بگم و همچنین کارت درویش اون بالا. ببین کسی هستش که در روی خودش مدتی بسته، حالا بخواد وارد مکالمه بشه، شروع کنه، حرف از شروع داره میزنه. اینجا هم کارتایی که دارن نشون میدن حرف از این میزنن که ممکن هستش که زمان ببره، چون دیدیم که دور و برش مسائل کاری، مسائل خانوادگی، تغییرات در راه
بودن، در راه هستن برای این شخص و این شخص هم به شما هم داره فکر میکنه، یه کارمانی هم تمیز کرده و کارت های زمان هم اینجا افتاده. خب دوستان، من از کارت های فرشتگان باشم برای شما جواب فرشتگان استفاده میکنم. ببینم جواب فرشتگان برای شما دوست عزیزی که دارین این ویدیو رو نگاه میکنین چه چیزی هستش. بریم ببینیم جواب فرشتگان چه چیزی هست. میگه که الان موقعیت درست هست و همه چیز بستگی به شما خودتون داره. اوکی؟ برای من اینگونه هستش که زمانی که موقعش برسه این شخص با شما تماس میگیره و بستگی به شما داره که اگر میخواین این تماس با شما دو مرتبه ادامه پیدا کنه یا همون اول تموم بشه بره. به هر حال برای من این شخص با شما تماس میگیره. اینجا مسئله زمان هستش، دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. دوستان عزیز، این فال شما بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و سپاسگزارم از اینکه با من همراهی کردین. خدا نگهدار.